عرض درود ادب دارم، فراد متقی هستم. اینجا روایت نوعه و در این برنامه تلاشمون این هستش که یک روایت جدیدی از اتفاقات و اخبار پیرامون خودمون به شما ارائه بدیم. اخبار و اتفاقاتی که بسیار مهمن، اما بعضی موقع سهوًا در لابلای انبوه زرد اخبار گم میشن، یا بعضی مواقع هم رسانه‌های جریان اصلی ترجیح میدن خیلی به این موارد نپردازن. در این برنامه قرار ما همیشه بدون سانسور و رو در رو با شما مخاطب عزیزمون گفتگو کنیم. قبل از اینکه وارد بحث برنامه امروز بشیم، میخوام ازتون تقاضا بکنم که اگر صاحب شرکت و یا پیشه و یا فروشگاهی هستید و میتونید از این برنامه حمایت کنید، مطمئن باشید که در روایت نو ما هم تلاش خواهیم کرد تا بتونیم شما را هرچه بهتر و بیشتر به مردم عزیزمون، هموطنهای نازنینمون در سرتاسر دنیا معرفی کنیم. راه ارتباطی با من روی صفحه هست، از طریق ایمیل من میتونید مستقیما با من در ارتباط باشید و اگر بسترش مناسب باشه و بتونیم به همدیگه کمک کنیم، قطعا برای هر دو طرف آورده بسیار مناسبی رو در بر خواهد داشت. اما در این برنامه قرار با سرکار خانم غزال شارمهد صحبت کنیم، این دختر نازنین ایران زمینمون که با اون خون آریاییش این چنین شجاعانه در آلمان و آمریکا داره برای نجات پدرش و برای مبارزه با جمهوری اسلامی میجنگه. تلاش بسیار زیاد غزال شارمهد بود که باعث شد حکم اعدام پدرش تبدیل بشه به خسارت نقدی. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی خیلی راحت دیگه اون نقاب رو برداشت، اومد گفت 2.5 میلیارد دلار بدید تا جمشید شارمهد رو آزاد کنیم. سبک حالا رقم خیلی تخیلی، 2.5 میلیارد دلار آخه چی، چه جوری، بر چه پایه و اساسی به کنار. ولی همین که از حکم اعدام رسیدن به بحث جریمه نقدی اتفاق بسیار بزرگیه. یادمون باشه جمهوری اسلامی جمشید شارمهد رو دزدیده و به ایران برده، مثل روح الله زم، مثل فرود فولادوند و مثل بعضی دیگه که در طول این 45 ساله جمهوری اسلامی تقریبا به این روش دزدیده شدن. اینا خیلی متفاوتن با آدمایی که خودشون رفته بودن ایران دوغ آبلی بخورن یا برن دربند کوبیده بزنن به بدن و اونجا دستگیر شدن. نه، اینا در این کشور آزاد داشتن برای خودشون مسافرت انجام میدادن. جمشید شارمهد به هوای کرونا مجبور شده 2-3 روز در دبی بمونه تا بتونه پرواز دیگه ای رو بگیره. اون موقع بود که آمریکا مرزها رو بسته بود و پروازی به آمریکا نمیشست، اونجا دزدیدنش و الان تقاضایی که دارن 2.5 میلیارد دلار پوله. قرار با غزال شارمهد صحبت کنیم ببینیم اصلا این پوله پرداخت کردنی هست، میشه پرداخت کرد، یعنی در حقیقت آلمانی و آمریکا گردن میگیرن بیان همچین از نیو بدن، چجوری میشه کمک کرد تا جمشید شارمهد رو از زندان بعد از این همه سال انفرادی آزاد کرد. فکر کنم جز برنامه‌هایی باشه که قطعا اگر ببینید دوست خواهید داشت. خب در خدمت سرکار خانم غزال شارمهد هستیم. غزال جان درود بهت و خیلی ممنونم که دعوت منو پذیرفتی و به روایت نو اومدی. درود و مرسی که دعوت کردیم. بیاد اول بگو چه خبر، خودت چطوری، اوضاع شرایط روحی چطوره با توجه به این خبری که این چند وقت اومده بیرون؟ قاعدتا فکر کنم یه مقدار همچین امیدها برای هرچه زودتر دیدن پدر نازنینتون آقای جمشید شارمهد بیشتر شده. چه حسی داری در شروع این سال جدید شمسی؟ ببین امیدمو که هیچ وقت از دست نمیدم. من همیشه امید دارم که حق به حق دار برسه، پدرم برگرده، بتونه ما رو ببینه، بتونه نوش رو برای اولین بار ببینه و پیش ما باشه. و این امیدو برای تمام زندانیای سیاسی دارم، برای تمام گروگانها، برای تمام ما. و با این خبرهای جدید که اومده، خب میبینیم که اون چیزی رو که 3 سال پیش میگفتیم که جمهوری اسلامی گروگان میگیره و بالاخره میخواد به جایی برسونه که این هاستیج دیپلماسیش رو ادامه بده، همون طور شد که ما میدونستیم که این اتفاق میفته و سعی کردیم جلوگیری بکنیم، سعی کردیم کاری بکنیم که فشار بیاد روی این دولت جمهوری اسلامی که نیومد، کسی کاری نکردش و الان متاسفانه به جایی رسیدیم که پدرم حالش خیلی خیلی بد هستش. خیلی وقت نتونستم، فکر کنم نزدیک 1 سال نتونستم باش صحبت بکنم و الان یک فاجعه جدیدی دیدیم، یعنی یک واقعا رسوایی، یک آبروریزی که جمهوری اسلامی اومده دولت آمریکا و پدر من با همدیگه محاکمه کرده. و خسته هستم از این که یعنی میبینی که دولت ها نه تنها جواب نمیدن، میدیای آمریکا، میدیای اروپا اصلا
یعنی جلوی این رسانه هاشون هم گرفتن که خبر حتی اینجا پخش نشه، چون که همچین چیزی واقعا انقدر آبرو ریزی برای این دولت ها هستش که نمیخوان حتی خبر رو بشنون، چه برسه به اینکه واکنشی نشون بدن. ولی ما کارمون ادامه میدیم، ما کارمون این هستش که واقعیت رو نشون بدیم و فشارمون رو بیاریم. ولی امیدت بیشتر شده نسبت به قبل با توجه به اینکه ببین خیلی من تا حالا یادم نمیاد که یک همچین پاپوش و همچین تعداد جرمی که برای پدرت بستن به صورت غیر منطقی و به صورت خیلی کاریکاتوری بیش از حد، یعنی برای یک نفر نمیشه این همه جرم تراشید، بعد از اون برسن به جریمه نقدی. به نظر من قدم بسیار بزرگی بود که 100% فقط با تلاش خودت به دست اومد، یعنی هیچ کردیتی به هیچ کس دیگه نمیشه داد. یک دختر شجاعی هستی که راه افتادی از این قاره به اون قاره، داری سعی میکنی جلو، سعی کردی جلوی حکم رو بگیری و الان بالاخره همین که تبدیل شده به صورت ناجوان مردانه به جریمه 2.5 میلیارد دلاری، ولی اینکه به هر حال آخرین چیزی که از طرف جمهوری اسلامی گفته شده بحث همون گروگانگیری و بحث پوله، یه همچی آرامش خاطری فکر کنم برای شما و بقیه اعضای خانواده داشته باشه که دیگه حرف اعدام نیست، الان حرف پوله. ببین هر دوتاش هستش، یکی این هستش که خب از روز اولی که پدر منو گرفتم، برای این که یکی از فعالان سیاسی بود، یعنی سالها بودش که کار میکردش برای صدای مردم ایران بودش و اینا، باید جرمهای زیادی و همون که گفته یعنی منیستر کاریکاتور انقدر بدش بکنن که مردم یعنی نیان پشتش بایستن دولتها میدیای اروپا و آمریکایی که مثلا چیزایی تو ایران رو نمیفهمن نیان اینا پوشش بدن. و برای این روز اولی که پدرم رو بودن تمام جای دنیا حرفای جمهوری اسلامی پخش میشدش که ما یک تروریست رو گرفتیم، با اینکه الان مردم، یعنی مردم خودمون که همیشه میدونستن، ولی مردم اروپا و آمریکا و وست هم میدونن که اینا تروریست ها هستن، نه مردمی رو که میگیرن. یعنی این فرق کرده. ولی خب نگرانیم از کجا میاد؟ نگرانیم از اونجا میاد که از روز اول برای گروگان ها همیشه تعیین میکنن که چی میخوان. دولت ها هستن که بعد نشون میدن که این حاضرن این کار رو بکنن یا نه. و برای پدر من مثل هر گروگان دیگه ای به خانواده ها همیشه میگن که در عوض جونشون یا در عوض آزادیشون چی میخوان. برای پدر من اون موقع خودت هم پارسال صحبت کردیم، اسدالله اسدی بودش که میخواستن بیان و معامله بکنن و چیز بکنن، اکسچنجشون بکنن، و ما دیدیم که اسدالله آزاد شد، پدر من آزاد نشد. یعنی مشکل اصلی این هستش که خب دولت‌های غربی این هاستج دیپلماسی رو ادامه میدن ولی فرق میزنن بین آدما. یعنی اونایی که سیاسی هستن، اونایی که مثل ما هستن، اکتیویست هستن، اونها رو حاضر نیستن نجات بدن. و میبینیم که معامله میشه، پولا رد و بغل میشه، کاراشون رو انجام میدن، ولی هیچ وقت برای اونایی که روبوده شدن، و حبیب چپ رو داریم، زم رو داریم و پدر من رو داریم و خیلی دیگه که این بلا سرشون اومده، درباره اونا سکوت میکنن، درباره اونا کاری نمیکنن و همیشه معاملاشون و چیزاشون رو میکنن بازن، ولی برای آدمایی که در اصل یا با جمهوری اسلامی کار میکردن یا میتونستن راحت برن و بیان و این چیز اول، الان که میبینیم برای اولین بار جمهوری اسلامی اومده علنی داره میگه یا جونشه، یعنی اولتیماتوم 60 روزه گذاشته و داره میگه ما داریم اعدامش میکنیم یا این پولو میدیم، من نگرانیم بیشتر میشه. چون که اولا میدونم که این دولت ها فرق میذارن بین گروگان ها، دوما من فکر میکنم که الان وقتی به جای رسیدی که به جای اینکه فقط به خانواده ها بگه و مثلا یواشکی بگه که چی میخواد در عوض گروگانش، میاد علنیش میکنه، یعنی حال پدرم باید خیلی بد باشه. من این تصور رو میکنم و از روی چیزایی که خب با پدرم پارسال مادرم تونست صحبت بکنه و صداش انقدر ضعیف بود که حتی نمیتونست لغتها رو درست تلفظ بکنه، که من میترسم که پدرم حالش انقدر بد شده که جمهوری اسلامی میترسه که این داره میمیره، این داره از بین میره، بذارید یه تلاشی بکنیم ببینیم که میشه چیزی در آورد ازش یا نه. یعنی من نگرانیم همیشه توی این چیزا بیشتره تا اینکه مثلا بگم الان یه راهی باز شده که بتونیم نجاتش بدیم، و با اینکه من میبینم الان باز هم یک راهی باز شده و این راه ها
مدت هاست که باز بوده، مدت هاست که دولت آلمان، اروپا، همه اینا دارن کارشون رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن. یعنی فرصت های زیادی بوده و انجام ندادن. پدر منو بر نگردوندن و گذاشتن همینجوری مردم اونجا بکشن. پدر منو اونجا واقعا شکنجه های وحشتناکی بشه. الان بیش از 1300 روز فردا توی انفرادی، یعنی نمیتونی تصور کنی. تو فقط تصور کن یک هفته تو خونه خودت باشی، چه برسه به اینکه یک سال، دو سال، سه سال، نزدیک 4 سال داره میشه که تو یک انسان معمولی رو نمیتونی ببینی. یعنی تمام اونایی که میان سراغت، اونایی که میخوان بکشنت یا شکنجت بدن، یعنی دیوونه میشه آدم. یعنی واقعا شکنجه روحی و جسمی ازش، به خصوص برای کسی که مثل پدرم پارکینسون داره و جای تنگ، جای بسته واقعا آزارت میده. من میدونم تو حرفای آخریش میگفت دندوناش رو شکوندن، نمیتونه درست را بره، پاش آب آورده، تنگ نفس داره، نمیتونه بیرون بره، نمیتونه هوا آزاد بخوره، نمیدونه روزه یا شبه. یعنی این گیجی هم که داشته باشه و نمیدونه که ما بیرون داریم چیکار میکنیم، ما داریم هر روز براش تلاش میکنیم، اینو ندونه. یعنی فکر کنه که کسی نیستش. یعنی این یکی از بدترین چیزاست که دارن بلای سرش میارن و برای این چیزا هم هستش که نگرانیم بیشتره در اصل. من یه مدت زمان کوتاهی، یه کوچولو بیشتر از یک ماه تو زندان انفرادی بودم، انفرادی وزارت اطلاعات، و همینطور که داریم گله خاطرات جلوی چشم مرور شد، ما بعد از اینکه آزاد شدیم فهمیدیم که اون موقع که به ما میگفتن ما شام میدادن ساعت 5 بعد از ظهر بوده، چون هیچ ساعتی نبود، نور خورشید رو نمیدیدیم. از روی اذان میتونستیم تقریبا تشخیص بدیم که الان ساعت چنده، و بعد از اذان وقتی به ما شام میدادن فکر کردیم 9 و 10 شبه. بعدا فهمیدیم که ساعت مثلا 5:30 بعد از ظهر بوده و این ما فکر کردیم که خب دیگه الان دیگه بگیریم بخوابیم. شرایط بسیار سختیه و یکی از تکنیک هایی که وزارت اطلاعات خیلی نوجوان مردانه استفاده میکنه اینه که به طرف ثابت میکنه که بیرون هیچ کسی دنبال کارت نیست، هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا برای کسی مهم نیستی تو، و اونجاست که سعی میکنه حالا هر چیزی رو میتونه به زور به طرف بده، بگه اینا رو گردن بگیر. و این یکی از اتفاقات بسیار تلخه که وقتی بازه حالا این انفرادی طولانی میشه برای اون زندانی باورپذیرتر دیگه، وقتی به قول خودت نزدیک 3 سال 4 ساله. میدونم که جمشید شارمه دادن بسیار باهوشیه، اینو متوجهم و امیدوارم که بتونه این شرایط رو تحمل کنه تا اینکه آزادیش هر چه زودتر فرا برسه. ولی به هر حال همه جای دنیا برای گروگانگیری هم رسمی که یه پروف آف لایف میگیرن، میگن که اصلا آقا پول آماده است، شما اجازه بدید ما ببینیمش، بدونیم اصلا سالمه، در قید حیات، ایشالله که همیشه سالم و در قید حیات باشه. ولی به هر حال باید یه کسی این وسط باید بتونه با جمهوری اسلامی نقش همون مذاکره کننده آزادی گروگان رو بازی کنه. تونستید یکی از دولت‌های غربی رو وادار بکنید که این نقش رو بر عهده بگیره؟ اصلا 2.5 میلیارد الان آماده، همش هم رو پالت‌های کش منتظره بره ایران. یه نفر باید باشه بگه خب آقا ما ببینیم ایشون رو که الان وضعیتش چجوریه. تونستید کسی رو به تبیه بکنید؟ تلاشامون رو کردیم، تا الان جلومون رو گرفتم. یعنی نه از دولت آمریکا نه از دولت آلمان کسی اجازه نداره بدونه که پدرم کجا هست یا ببیندش یا اصلا دربارش بپرسه. ما وکیلای خود تو ایران هم که داریم، وکیلاش نمیتونستن بیان پدرم رو ببینن، نمیتونستن بیان تو دادگاه های علکیشون، نمیتونستن پرونده رو ببینن. یعنی هیچ کدوم از این اتفاق نیفتاده. پارسال فکر کنم رئیس حزب اپوزیسیون آلمان آقای فریدریش مرتز که کفالت سیاسی پدرمو به عهده گرفته، تقاضای ویزا کرده بود که خودش بتونه بره ایران و خودش همون که میگی پروف آف لایف، یعنی ببینه که بابا کجا هستش، چیزی هستش و زنده هست یا زنده نیست، و ویزاشو رد کردن. این ما تلاشمون رو کردیم ولی آنچنان یعنی بسته نگرش داشتن، آنچنان یعنی ایسولیتش کردن که به هیچ کسی راه نمیدن و تنها پروف آف لایفی که داریم یک بار یا دو بار در سال میتونه تلفنی با مادرم صحبت بکنه و پارسال برای اولین بار بعد از 2.5 سال میتونست با من صحبت بکنه. یعنی
اینم باز یه قدم کوچیکی به جلو هستش که اجازه دادن با من صحبت بکنه، چون از روزی که من شروع کردم فعالیت‌ها رو شروع کردم و اینا با من اجازه نداشتش صحبت بکنه، فقط با مادرم و پارسال برای اولین بار با من بود و یه بار دیگه هم سعی کرد زنگ بزنه، من نتونستم، یعنی ندیدم مثلا که زنگ زده بود و میبینم که هنوزم حاضر هستن که با من حرف بزنن. باز یک قدم کوچیک به جلو هستش، ولی ما واقعا باید ببینیم در چه سیتویشنی هستش، هم روحی هم جسمی، و چی کار دارن باش میکنن. الان اگر حالا یه نفر به عنوان واسطه، همون کفیل سیاسیش، نه که حالا ویزا بگیره بره، بگه برای اینکه ما بتونیم بریم پولو بگیریم یا برای اینکه بتونیم پولو جور کنیم، حداقل یه مکالمه تصویری، مثلا یه فیس تایمی، واتساپی، یه جوری که بتونی پدرتو ببینی و از حالش یه مقدار بیشتر آگاه بشی، لازمه اینه که یه هماهنگی سیاسی این وسط انجام بشه. چقدر آلمان این وسط کمک کرده و فکر میکنی که اگر که فشارها بیشتر بشه و بتونن مردم هم کمک بکنن برای آزادی جمشید شارمهد نازنین، فکر میکنی چقدر بتونیم همه با هم تأثیر داشته باشیم؟ که چون اینو میدونی قطعا، در سالیان سال در آلمان زندگی کردی، وضعیت سیاسی ایران رو داری رصد میکنی، به مراتب آلمان راحتتر میتونه به جمهوری اسلامی نزدیک بشه تا آمریکا. من فکر کنم اگه قرار باشه همچین دیلی بسته بشه، آلمان باید کسی باشه که بره میانجی بشه، هم رقم رو منطقی بکنه، 2.5 میلیارد دلار کاملا غیر منطقیه، رقم رو منطقی بکنه و بعد مثلا آمریکا بیاد اجازه بده از پولای بلوکه شده اون پول پرداخت بشه. اتفاقی که مثلا برای نازنین زاغری افتاد، عمان رفت وسط، شد میانجیگر و بریتانیا پول رو از پولای بلوکه شده جمهوری اسلامی پرداخت کرد. رسانه یه بخشیه که در دسترس ماها نیست، مثلا مینستری مدیا. چیزی که ما داریم فقط توده یا مردمه. میتونیم هشتگ بزنیم، میتونیم پتیشن امضا کنیم. فکر کنید چقدر میتونیم تاثیرگذار باشیم و اینکه آلمان رو چقدر میشه مجبور کرد که بیاد تو این وسط و خیس بشه. ببین، هر دو تا دولت رو باید مجبور کرد. این دولت اولین وظیفش این است که از شهروندان خودش محافظت بکنه و نذاره که اصلا روبوده بشیم. بلکه دولت آمریکا و آلمان این وظیفه رو داشتن و سکوت کردن. یعنی روزی که پدر من رو روبودن، بردن ایران، اونا وظیفه داشتن که بیان بیرون و فشار بذارن و فشار نذاشتن. یعنی اصلا نباید میکشون به جایی که بحث میلیاردها دلار که اصلا یعنی باور نکردنی هستش بشه به خاطر یه جون یک انسان. ما داریم درباره جون انسان ها صحبت میکنیم، درباره جون من، جون تو، پدرامون و مادرامون که اونجا گرفتن. نازنین داشت میگفتی یک مادر که 6 سال نتونست بچه‌ش رو بگیره. یعنی اصلا باور نکردنی که اینا رو میان به عنوان مهره، یعنی زندگی تو خراب میکنن، ما رو از هم میپاشن و به عنوان یک مهره سیاسی میان ازت استفاده میکنن. اینجا وظیفه دولت ها بودش که با هم دیگه کار بکنن برن جلو. پارسال ما بیش از فکر کنم 6 تا گروگان اروپایی آزاد شدن، هر کدومشون توی دیل مخصوص خودش، چیزای مخصوص خودش. 5 تا از گروگان های آمریکایی آزاد شدن. پدر منو نذاشتن تو این چیز. برای چی نذاشتن؟ شما که دارین این مذاکراتو میکنین، شما که دارین بر علیه چیزی که خواست ما هستش که نباید با تروریستا این کارو بکنین، دارین این کارو میکنین و میگین برای گروگان هاست، میگین برای مردم. پس چرا میایین اونایی که حکم اعدام دارن، اونایی که جونشون در خطر، اونایی که دزدیدن رو بودن رو جا میذارین؟ اینجا وظیفه ما هستش که هم صدا باشیم، سر و صدا بکنیم، بلند حرف بزنیم. چون این فرقا رو میذارن و گذاشتن که حبیب اسجد رو بکشن، هیچ واکنشی نشون ندادن. ولی پدر من که هنوز زنده هستش به خاطر این آدم ها هستش، به خاطر تمام آدم های هستش که پشت من وایسادن، سر صدا کردن، صدای پدر من بودن و خودشون رو تو پدر من میبینن. چون منم میتونم بدزدم، منم الان که میخوام برم آلمان دارم فکر اینو میکنم که الان تو انگلیس
یه خبرنگار اومدن استپ کردن، چه اتفاقی برای من میتونه بیفته، چه اتفاقی برای دوستم میتونه بیفته، برای تو میتونه بیفته. ما همه در خطر هستیم و هممون باید هم صدا باشیم و از دولتامون بخوایم که محکم وایسن. وقتی ما رو بوده میشیم و هیچ واکنش نشون نمیدن یعنی چی؟ یعنی جون شما هیچ ارزشی نداره. یعنی وقتی یک دولت تروریستی میاد شما رو اتک میکنه، میزنه، میخواد بکشه، میدزده، میبره، شکنجه میکنه، میخواد اعدام بکنه، ما هیچی، ما هیچ رابطه‌ای با شما نداریم. نمیشه. جمهوری اسلامی اصلا دولت آمریکا رو آورده تو محاکمه که نشون میده، یعنی اونم داره نشون میده که شما یه وظیفه دارین. و باور نکردنیه که هیچ واکنشی نشون نمیدن. اونها they are responsible برای زنده بودن پدرم. اونها اگه 3 سال پیش فشار می آوردن الان این اتفاق نمی افتاد برای پدرم. اگه نمی آمدن هی مذاکراتی بکنن که یه عده‌ای رو بیارن، یه عده‌ای رو جا بذارن، این اتفاقا نمی افتاد. و از همه می خواهم، یعنی من قصدم همینه، من یه پتیشن درست بکنم که با هم دیگه فشار بریم روی این دولت‌ها، بگیم چرا واکنشی نشون نمیدیم، چی کار داریم میکنین، اگه بلای سر پدرم بیفته تقصیر این دولت‌ها هم هستش. 100% چیزی که میگی با 100%ش موافقم، ولی چیزی که توی این روند 3 ساله داریم میبینین، دولت بایدن توی بحث نگوشیشن و مذاکره بسیار بسیار ضعیفه. در چندین مورد تا الان بوده، نمونه بارزش برجام، این همه رفتن اومدن نشد. چیزی که جمهوری اسلامی داره خوب انجام میده که برخلاف خواست همه مردمه، ولی حداقل اگه انجام میشه باش جونی آزاد بشه، بحث آزاد کردن پولای بلوکه شده است دیگه. تا حالا چند بار، همین چند روز پیش دوباره 10 میلیارد دلار بایدن مجوز صادر کرد که معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی تمدید بشه. اون بخشی هم که من فکر می‌کنم اروپا یا آلمان خوب میتونه انجام بده، بحث میانجیگری و مذاکره است، به خاطر اینکه به نظر من زبان آلمان زبانیه که جمهوری اسلامی بهتر درک میکنه. در مورد آمریکا فقط میخواد محکوم کنن، حالا فرقی نداره چه اتفاق کجا میفته، همیشه یه سر اونو میخوان به یه نوعی ربط بدن به آمریکا. من جواب سوال قبلیمو یه بار دیگه میخوام واضح تر بگیرم. فکر میکنی که دولت آلمان رو میشه مجاب کرد که این ارتباط رو برقرار بکنه، علیرغم اینکه میدونم قطعا دارن فرار میکنن، سعی میکنن خیلی با این سواله تو رسانه هم روبرو نشن که مجبور شن یه موقع سفیر رو احضار کنن یا برن بشینن بگن خب آقا اصلا پول آماده، شما نشون بدید ببینیم که وضعیت سلامتیش در چه حده. آیا با دولت شولتز الان شدنی هست این اتفاق؟ من نمیدونم که پشت صحنه چی میگذره، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن. وظیفه من این هستش که صدای پدرم باشه. یعنی اولویت من، ببین تو این 3 سال اولویت من اول همه جون پدرم هستش. برای هر دختری، برای هر کسی جون پدرش از همه مهمتر هستش. اولویت دومم کامیونیتی من هستش. یعنی من فقط پدرم رو نمیبینم. پدرم به خاطر خودش این کارا رو نکرد، به خاطر مردم ایران کرده و اون اولویت دومم هستش. ولی توی این چیزی که دارم میرم، من با هر دوتا دولت ها در تماس هستم، رو هر دوتا دولت ها فشارم رو دارم میارم. اولین کاری که کردیم وقتی این خبر رو شنیدیم، رفتیم واشنگتن و اونجا صحبت کردیم با کنگره و مردم کنگره و تک تکشون شوکه شدن که وقتی اصلا این خبر رو فهمیدن که همچین اتفاقی افتاده. ما هنوز گروگان اونجا داریم، گروگانی که روبوده شده، گروگانی که الان با دولتمون تو محاکمه شده و دولت بایدن اصلا هیچ کاری نکرده. یعنی چی این چیز؟ و اونا هستن که میتونن فشار بیارن. من خود تکم، ماها نمیتونیم زیاد کنیم، میتونیم پتیشن درست کنیم، چیز بکنیم و سر صدا بکنیم و بریم تو خیابونها، ولی کنگره کارش این هستش که حرف ما رو برسونه اونجا و فشارهایی که میخوایم بیاریم، یعنی باید به کنگرسمنای خودمون زنگ بزنیم تو آلمان، همونطور به دولتمون زنگ بزنیم، به ابگاهاتمون زنگ بزنیم و بگیم که چرا شما هیچ کاری نمیکنید، چرا وقتی به ماها میرسه، وقتی به اکتیویستا میرسه، وقتی جون ما در خطره سکوت میکنین. الان اکسیکیوشن ویوی که ما توی ایران دیدیم، یعنی تا حالا نبوده که 834 نفر رو اعدام بکنن و هیچ واکنشی از این دولت ها ما نبینیم. ما باید صدای اونایی باشیم که صدای ما بودن، که صدای مردم ایران بودن. و اگه با هم دیگه نریم جلو،
از هم دیگه پارمون بکنم، ما نمیتونیم به جایی برسیم. یعنی اینجا مهم هستش که این همبستگی رو که دربارش صحبت میکنیم، وقتی یکیمون در خطر هستش که باید با هم دیگه بریم جلو. بقیه کارهایی که چی کار میخوام بکنن، چی کار نمیخوام بکنن، مذاکره میخوام بکنن یا با فشار میخوام بیارن، اون دست دولت ها هستش و با کارهایی و با پالیسی هایی که ما میرن جلو میتونیم اینا عوض بکنیم، ولی کارمون یواشه. من الان 3.5 سال دارم درباره این صحبت میکنم که نباید مذاکره کردن، نباید این کارو کردش، باید یه تاسک فورس درست بکنیم که تمام گروگان ها تمامش اون با هم دیگه باشن. یک کدوم از این دولت ها هنوز نیومده یک پیشنهادی بده، یک چیزی درست بکنه که اینو بتونیم بکنیم، ولی توی این مدت دارن مردمونو میکشن، تو این مدت پدر منو دارن از بین میبرن، تو این مدت دارن به همه ما تو آمریکا تو اروپا حمله میکنن. یعنی ما یک چیزایی داریم که بلند چی میگن لانگ ترم گول هستش، یه چیزایی داریم که شورت ترم گول هستش، و شورت ترم گول ها این هستش که هر لحظه‌ای که ما سکوت بکنیم یکی رو میکشن. ما میدونیم که تو ایران همین جوری داره اتفاق میفته، وقتی میبینن سکوت هستش، وقتی میبینن واکنشی نیستش ادامه میدن و جلوی پدر منم وای نمیستن و بگن نه اینو دست نمیزنن چون دوتا پاسپورت یا دوتا دولت پشتش هستش. ما دیدیم وقتی حبیب اسری رو کشتن واکنشی نبودش، چرا از این بترسن که پدر منو بخوام بکشن؟ یعنی اینا بلاف نیستش، اینا چیزی نیستش که بخوام الکی بکنن، میکنن انجام میدن. ما باید سر صدا بکنیم که بتونیم جون یک انسان رو نجات بدیم و نشون بدیم که ما پشت همدیگه وایستادیم و شما نمیتونید این کار رو با من بکنید و ما رو بترسونید. این ترسوندنم یکی از کارهایی که میخواد جمهوری اسلامی با این کاری که با من بکنه کرده، ترس رو من بذاره و بگه نرین جلو، نرین این کارها رو نکنین چون این بلا میتونه سرتون بیاد. صد درصد همینطوره. یه سوال ازت بپرسم، حالا قبلا هم تلفنی پرسیدم، یه مقدار نسبت بهش فکر کردم. بعض تو اینجور مواقع همیشه دو تا بحث وجود داره، یکی بحث قانونی کاره، یکی بحث اینه که اون گروگان گیرنده پول میخواد. یعنی بعضی مواقع ممکنه که پوله جور بشه ولی راهی برای پرداختش وجود نداشته باشه، یا مثل الان که جمهوری اسلامی تحریمه، پرداخت کردنش اصلا خودش جور باشه، دوچار تحریم ها بشه. آیا این امکان وجود داره اگر که از مثلا طرف دولت ها برای پرداخت اتفاقی نیفتاد، مردم کمک بکنن به این اتفاق، مثلا یک حسابی تهیه بشه به کسایی که میخوان کمک بکنن به این اتفاق، بخوان مشارکت بکنن؟ شدنی هست؟ قوانین این اجازه رو میده که یه همچین اتفاقی انجام بشه، یا نه چون ایران تحریم هستن همچین چیزی شدنی نیست؟ ببین توی دنیایی که دنیای ما نباشه، من حاضرم میلیارد ها پول بدن که هر تک تک اونایی رو که کشتن، سارینا، نیکا ها، تا 45 سال پیش برو همه جونای اونا رو نجات بدم. پول در عوض جون یک انسان هیچی نیست، پوچه چیزه. ولی ما با واقعیت ها طرفیم، خب، و میدونیم که وقتی یکی رو گروگان میگیرن، یعنی همونجوری که زندانی های سیاسی رو که وقتی تو ایران میگیرنشون و میگن با یه بیل آزاد میشیم، بیل یادم رفت به فارسی چی میشه، همون کار دارن با دولت ها میکنن. چی؟ با یک زنگ. با یک زنگ؟ بیل گفتیدی درسته؟ بیل وسیقه. یعنی این وسیقه رو که باید مثلا بدن که عزیزشون رو بتونن بیارن بیرون و فراریش بدن، این چیزا، اونم یک کاسبیه که دارن در درون کشور انجام میدن و همونم با گروگانهای از بیرون کشور میکنن. مردم توی ایران دولت نیستن، مردمن و مجبورن بیان پولشون رو جمع کنن، کمک بگیرن و یه پولی بدن به عنوان وسیقه که آزاد بکنن کسی رو. بیرون دولت ها میتونن با فشار مردم رو آزاد بکنن ولی نکردن، یعنی تصمیم گرفتن که این کار رو نکنن. و جواب سوال تو این که ما بتونیم مثلا پول رو جمع کنیم، ما نمیتونیم. اولا که نمیتونیم میلیاردها دلار جمع بکنیم، هیچ کسی این توانایی رو نداره که میلیاردها دلار جمع بکنه که جون یک نفرم بخواد نجات بده. ما اینو نمیخواد و جمهوری اسلامی اینو نمیخواد. جمهوری اسلامی درباره این پول فقط یه بهانه است. یعنی حتی این 2.5 میلیارد دلاری که روی سر پدر من گذاشتن هیچی براش نیستش. چیز اصلی که میخواد
رابطه یک با این دولت ها، رابطه ای که بتونه همون برسه به JCPOA یا به این چیز هسته‌ای که تو اون صدها میلیارد دلار هستش که با اون میخواد چیز بکنه، نه این یک چیزی که روی پدر من گذاشته، روی کس دیگه گذاشته، روی چیز گذاشته. یعنی اصلا با ما نمیخواد طرف باشه که بخوایم اصلا بیایم پول جمع کنیم چیزا، کار ما هم نیستش، کار یعنی ما سیتیزن ها این نیستش که بخوایم با گروگانگیرها چیز بکنیم. ما مؤسسه‌ای داریم توی دولتمون که کارشون این هستش که چجوری هاستش رو باید بیاریم بیرون، چجوری باید کاری بکنیم که دیگه هاستش نگرفته بشه، جلوگیری بکنیم از این، و اونا هستش که باید روشون فشار بیاریم. ما توی آمریکا فیوژن سل داریم، ما Presidential Envoy for Hostage Affairs داریم که اسمش هست راجر کارسن، اینا همه تو ستیت دیپارتمنت هستن. ما فشارمون باید با هم دیگه، اگه میخوایم به پدر من کمک میکنه، اگه میخوایم به مردم ایران کمک میکنه، اگه میخوایم به جلوگیری بکنیم که بازم همچین بلایی سر بچهای دیگه بیان، پدرای دیگه بیان، باید صدامون و فشارمون روی دولت باشه، روی این بخشای دولت که دارن این مذاکره رو میکنن، به غلط میکنن، نمیکنن، کسایی رو میذارن جا میذارن که کشته بشن، یا دارن پرایسش رو همینجوری میارن بالا. ما فشارمون اونجا باید باشه، نه که این بیان که خودمون بیایم با گروگینگیرها مذاکره بکنیم، چیز بکنیم. این اصلا یعنی راهش به نظر من غلطه. 100% درست حرفت، اصلا شکی در اون نیست. متاسفانه تو این یک دو سال گذشته اصلا که خیلی پررنگ‌تر شده، ما تو خود آمریکا هم داریم میبینیم جونهای زیادی هست که داره در خیابون‌ها گرفته میشه و دولت بایدن هیچ ریاکشنی نشون نمیده، از نیروی پلیس گرفته تا جاهای دیگه. مثلا با اومدن این ماجرای غیرقانونی این اتفاق خیلی پررنگ‌تر شده، آدمای بیگناهی که تو نیویورک تو سابوی دارن کشته میشن، تو مترو شلیک میشه، هزار یک این اتفاقا که در کمال ناباوری تو مینستریم مدیا کلا چیزی در موردش صحبت نمیشه، چیزایی که شاید اگه یک روزی همچین اتفاقی میافتاد، شاید مثلا 10 سال پیش 8 سال پیش میتونه تیتر یک کل روزنامه های جریان اصلی بعد به مدت یک هفته 10 روز باشه. مگه میشه تو مترو به اون جمعیت یه نفر به این راحتی بگی شلیک کنه؟ ولی شرایط پیچیده و سختی. الان 4 سال زندان انفرادی، نگرانی هایی که طبیعی نسبت به سلامتی پدر داشتی، با توجه به اینکه میگی پارسال که صحبت کردی احساس کردی که خیلی وضعیت جسمانی خوبی نداره، و این نگرانی هم من درک میکنم که یکی از دلایلی که ممکنه جمهوری اسلامی الان به بحث پول رسیده باشه اینه که احساس کنه جمشید شامت نازنین وضعیت جسمانیش خوب نیست، اگر نگر دارم ممکنه نتونم با هیچی عوض کنم، پس بیام تا الان در قید حیاته بیام با پول عوض بکنم. ولی خیلی مهمه که همه کسایی که بیننده این برنامه هستن رو درک کنن که امروز برای پدر غزال شارمهد، فردا میتونه برای پدر خودشون، برای پسر خودشون باشه. ما در جریان انقلاب ملی ایران آدمای زیادی رو داشتیم و دیدیم در این چند ساله که اصلا آدمای سیاسی نبودن و هیچ موقع هم فکر نمی‌کردن که قراره عزیزشون کف خیابون کشته بشه، به قتل برسه، گلوله بخوره، با باتون به سرش بزنن و از دستش بدن. من یادم پدر مادر پوریا بختیاری میگه ما تالی یک بارم نبوده که انتخابات شرکت بکنیم، اصلا سیاسی نبودیم، زندگی خودمون رو میکردیم. الان لازمه که همه مردم این فوریت رو درک بکنن و هر کدوم به اون روشی که میتونن مشارکت کنن. میخوام بدونم آیا ایمیلی وجود داره که بتونیم روی صفحه درج بکنیم و مردم به اونجا ایمیل بزنن به اون حالا ارگان دولتی آمریکا و ازش بخوان که جدیت بیشتری توی این مسئله داشته باشه و هرچه سریع تر یه ریاکشن و واکنش نشون بده؟ 100%. ببین دو تا ایمیل اکشن داریم، یکی به دولت آلمان، یکی به دولت بایدن هستش. هر دوتاشون روی اینستاگرام من توی لینک تری من هستش، اگه میتونی لینکش رو بذاری اینجا خیلی کمک میکنه که فشار بیاریم. منتظر اینم باشیم که توی یعنی الان از اون 60 روزی که مهلت دادن بکنم 40 روزش مونده که یه پتیشن جدید شاید شروع بکنیم، یه کار جدید شروع بکنیم. برای اگه میتونیم فالوم بکنیم روی اینستاگرام فری جمشید شارمت و روی تویتر غزاله شارمت، اونجا من بیشتر صحبت میکنم، نیوز رو میدم و کاری رو که میتونیم بکنیم اونجا هستش که میتونیم
کمک بکنی، برای اونایی که میخوان کمک بکنن. مرسی از همه اونایی که تا الان کمک کردن که جون پدرم، یعنی پدرم تونسته زنده بمونه و تا الان نتونستن بکشنش. به خاطر شما هستش، به خاطر تک تک شما هستش که با من فشار آوردین و ما میتونیم با هم دیگه میتونیم. میگم من الگو زندگیم پدرم بودش که صدای مردم بودن و به خاطر همینم هستش که من تلاشم فقط به خاطر پدرم نیستش، تلاشم برای کمیونیتی خودمون، برای دیاسپورا، برای مردم ایران هستش که فرقی نمی‌کنن برای من با پدر من. و اگه یاد بگیریم که پشت همدیگه وایسیم و هم صدا بریم جلو، ما میتونیم به تمام چیزهایی که میخوایم برسیم. ببین یه چیز دیگه میخوام بهت بگم، توی این میتینگ هایی که من داشتم الان با یو ان، با سازمان ملل، با پارلمنت اروپا، با کنگره تو آمریکا، با پارلمنت آلمان، من با همه اینا صحبت کردم و نه تنها درباره پدر من، نه تنها درباره هاستیج دیپلماسی و چجوری اینو بشه قطع کرد، بلکه درباره خواسته های ایران و آزادیشون. و همشون بالاخره به اون جایی میرسن که میگن که تا موقعی که، یعنی مسیجی که من میگیرن از اونایی که دوست دارن کمک بکنن، تا موقعی که ما هم صدا نباشیم یا یک روی همبستگی نشون ندیم، کمک نمی کنن. و واقعیت اینه که ما به کمک اونا احتیاج داریم، ما به کمک اروپا احتیاج داریم، ما به کمک آمریکا احتیاج داریم. و به خاطر این هستش که هر جوری شده این باید مینیموم، یعنی قدم کوچکترین قدممون این باید باشه که پشت هم دیگه وایسیم و با هم دیگه بریم جلو و نذاریم تک تکمونو یا اعدام بکنن، از بین ببرن. فشارهایی که رو خانواده ها میذارن یعنی وحشتناکه. من نمیخوایم به جای برسیم که خودتون باید این احساس رو بکنیم و خودتون باید توی این سیتویشنی باشین که من الان هستم. میتونیم کاری بکنیم که جلوگیری بکنیم از این. بسیار عالی. به یه صحبتی هم خواستم از زبان خودت داشته باشی با عزیزان هموطنم که در خارج از کشور زندگی میکنند و بعضا این ریسک رو به جون میخرند برای دیدن اقوام یا حالا دید و بازدید سال نو یا اتفاقات دیگه، به داخل قلمرو جمهوری اسلامی تردد میکنن که متاسفانه ما هر چند وقتی بار میشنویم که مثلا دو ماه پیش یه اسپانیایی هم گرفتن، انگار دو تا سوئدی دیگر هم دستگیر کردن که اینا همشون هم دو تابعیتی هن دیگه. با توجه به یک اینکه به حال 4 سالی هست با گوشت و پوست و خونت همه این اتفاقات تلخ رو تجربه کردی، با توجه به اینکه جمشید شارمهد رو از یک کشور دیگه رو بودن، تازه خاک جمهوری اسلامی هم نیامده بوده، میخواستم به عنوان کسی که تجربه این تلخی ها رو داشتی چه توصیه‌ای داری به عزیزانمون که اینو قبول بکنن که نباید فعلا به خاک جمهوری اسلامی سفر کنن، هر لحظه ممکنه به عنوان یک با یک تهمت کاملا آبکی به عنوان جاسوس یا چیزی بگیرن و اونها رو هم تبدیل کنن به اهرم تقیدن پول گروگانهای بعدی؟ خوب شد که اینو پرسیدی چون این خیلی مهم هستش، بکنم از همه حرف مهمتر هستش. ما میدونیم که الان توی این 3 سال اخیر کمه کمه کمش، یعنی اون آدمایی رو که تو پابلیک دیدیم نزدیک 30 نفر هستش از کشورهای اروپا و آمریکا که گروگان گرفته شدن و یا آزاد شدن یا هنوز اونجا هستن. یعنی این خیلی خیلی چی میگن تیپ آیسبرگ هستش، یعنی بیشتر خانوادهایی که عزیزانشون رو میگیرن، گروگان میگیرن یا میندازن توی زندان برای چند وقت یا اتفاق دیگه براشون میفته، سکوت میکنن. این ما درباره اونا اصلا نمیدونیم. اگه درباره 30 نفر میدونیم، مطمئن باشین که 300 نفر بودن یا 3000 نفر بودن که این اتفاق براشون افتاده. من با هر رسانه‌ای که اینترویو میکنم، هر رسانه، یعنی هیچ رسانه‌ای نبودش که این اتفاق توش نباشه، یکیشون هست که به من میگه به کسی نگو، خواهرمو الان گرفتن، برادرمو گرفتن، عمومو گرفتن، چچیمو گرفتن، منو میخواستن بگیرن، منو میخواستن تو دام بندازن. یعنی برای هر کدومشون یه اتفاق پیش اومده ولی تصمیم گرفتن که سکوت بکنه. یعنی تعداد اونایی که توی جای پدر من هستن یا جای ماها هستن این اتفاق میتونه برشون بیفته، خیلی از اون بیشتر که شما فکرشو بکنید. شما شاید به خاطر اطلاعات اشتباهی این تصور رو داشته باشین که اونا رو که میگیرن
حتما یه کاری کردن، حتما اکتیویست بودن، حتما یه چیزی بوده. من بهتون فقط به عنوان مثال کامران قادری رو میگم که پارسال آزادش کردم. کامران قادری نه سیاسی بوده، خودش هم اومد در باره این حرف زد، نه سیاسی بوده، نه درباره سیاست اصلا فکر میکرده، رفته بوده اونجا فقط خانواده رو ببینه، کاری بکنه. گروگان گرفتنش برای 7 سال. شهاب جلیلی رفته بوده ایران که پدرشو، برای خاکسپاری پدرشو، هنوز بعد از 8 سال اونجا به عنوان گروگان گرفتنش. یعنی شما کسی نمیخواد باشین که اصلا بیاین تو تویتر حرفی زده باشین، اگه به نظرشون میرسه که شما رو میتونن به عنوان گروگان استفاده بکنن، این کار رو میکنن. و شاید یه بار رفته باشین، 10 بار رفته باشین، 20 بار رفته باشین، اتفاقی نیفتاده باشه، ولی الان شدیداً نیاز به پول دارن، شدیداً نیاز به گروگان دارن و این فشاری رو که میتونن با این گروگان ها بیارن، نه تنها روی خانواده ها بلکه روی دولت هایی که میخوان باشون در ارتباط باشن، شما رو استفاده میکنن برای این چیز. من میدونم که یک حرف خودخواهی هست و وقتی ازتون میخوام که نرین، من خودم نمیتونم برم، من خودم خانواده اونجا دارم، ندیدمشون، نمیتونم ببینم. خیلی های ما هستن که میخوایم خاک سفاری حتی بریم، نمیتونیم بریم چون که این خطر هست. من میخوام برم دم زندان ها ببینم پدرم کجاست، میخوام درشو بزنم اونجا ببینم کی مسئول هستش، چی ازش، نمیتونم برم. یعنی اگه من نمیتونم برم، شما هم لطفا نرین. و اینم آخرین پوینت بازم چی میگن چیز منه، اگه ما نریم و نذاریم جمهوری اسلامی با این طریق گروگان بگیره، تنها چاره‌ای که براش میمونه برای گروگان گیری این چیزهایی هستش که بخوان از بیرون کشور مثل پدر من بدزدن و ببرن. و اون موقع هستش که گروگان گیری فقط 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر هستش و قدرت های آمریکایی‌ها میتونن تلاششون رو برای اون 1 نفر، 2 نفر بذارن که اونا رو نجات بدن. ولی وقتی شما همینجوری دارین میرین اونجا و اونا مش مش میتونن در اصل گروگان بگیرن و ببینن کدومش رو به دردشون میفته، برای کدومش رو میتونن بیشترین سود رو ببرن، دارین جون پدر منم تو خطر میذارین که جایی که باید این دولت ها رو برای پدر من عمل میکردن، رفتن برای آدم های عمل کردن که اونا هم باید آزاد میشن. 100% هر گروگانی باید آزاد بشه، ولی آدم هایی که خودشون رو توی این خطر گذاشتن و نه جمهوری اسلامی اومده باشه اونا رو گرفته باشه، و این شاید خودخواهی من باشه ولی به خاطر اونم باشه، ما باید واقعا جلوی این چیز خودمون رو بگیریم که همه دولت ها گفتن، وارنینگ دادن که نرین ایران، این وارنینگ ها الکی نیستش، لطفا این کار رو نکنیم. بله متاسفانه که از دلایلی که خیلی جدی روی این مسائل کار نمیشه به خاطر اینه که میگن ما هنوز مذاکرات آزادی این یکی رو انجام ندادیم، جمهوری اسلامی 10 نفر دیگر رو گرفته و به خودشون میگن، خب اگه ما قرار باشه هی بریم صحبت کنیم، هی امتیاز بدیم که بخوایم اینو آزاد کنیم بعد اون یکی آزاد کنیم. و متاسفانه همونطور که گفتی همه فکر میکنن آقا به ما کسی کاری نداره. ناهید تقوی سنش بالاست، جای مادر من میمونه، خدا حفظش کنه، فکر نمیکنه اصلا فکر میکرد که ممکنه بیاد ایران بگیرن به جرم جاسوسی بزنن. یعنی از سن بالا ما داریم تا چه میدونم جوونی که دفعه اول اومده داخل کشور داریم و همه اینها هم فکر میکردن که ای آقا کی به ما کار داره. منتها جمهوری اسلامی، من دقت کردم یه سری سوالایی که میپرسن جدیدن شغل طرفو میپرسن، اینکه صابخونه است، مستاجره، میخوام ببینن که چقدر اهرم فشار میاد روش، اگر این رو بگیریم چقدر میتونیم دولت رو تحت فشار قرار بدیم. یه آدم معمولیه یا ممکنه یه آدم تحصیل کرده یه دارای یه کلاس خاص اجتماعی باشه، اونجوری آدمای بیشتری تحت تاثیر قرار میگیرن و ما میتونیم رقم بیشتری رو براش بطلبیم. که متاسفانه علیرغم همه گفته‌هایی که انجام میشه، تا یه بازه زمانی بین این گروگانگیری‌ها که نه، بین اعلام این گروگان‌های جدید تا بیاد پابلیک بشه و همه بدونن فاصله میفته، من فکر می‌کنم خب آقا تموم شد دیگه، نمیگیرن و متاسفانه دوباره تردد می‌کنن. قزار جان خیلی ممنونم ازت که به روایت نو اومدی. قلبا دوست دارم که سری بعدی که باهات صحبت میکنم حتما در کنار پدر نازنینت باشی و ما رو از همراهان خودت بدون، همه مردم ایران قلبشون میتپه برای اینکه بتونن این عزیزان رو و همه زندانی سیاسی از زندان آزاد بکنن. تمام تلاششون رو قطعا خواهند کرد با دو آدرس ایمیلی که
گفتی حتما ارتباط برقرار میکنن، حالا هر کسی به هر زبان و رویش که میتونه بنویسه تا این اتفاق زودتر انجام بشه. آرزوی همه ما این هستش که بتونیم با هم دیگه همراه و هم کلام و هم قدم بشیم، بتونیم همبستگیمون رو داشته باشیم، که اگر داشته باشیم واقعا اون جمعیتی که پارسال در برلین رقم خورد، اون جمعیت میتونه هر پارلمانی رو به زانو در بیاره و هر درخواستی رو 48 ساعته به تصویب برسونه. به عنوان کلام و پیام آخر اگر مطلبی داری خوشحال میشم بشنوی. کلام آخر اینو برای تمام اونایی که دوست دارن و دارن تلاش میکنن و خیلی ها هستن دارن تلاش میکنن، به خصوص از پارسال تا الان که ایرانمون آزاد بشه و پتیشن مینویسن، تو خیابون میرن، به دولت ها چیز میکنن، این چیزو میخوام، این پیامو میخوام برن که تا وقتی که این مشکل گروگانگیری هر نشه، تمام راهامون بسته هستش، چون دولت ها رو میتونن با این چیز وادار بکنن که هر چقدر ما اینجا فشار بیاریم اونها یه کار دیگه بکنن. برای اونهایی هم که میخوان ایران آزاد بشه و برای عزیزانمون تو ایران دارن تلاش میکنن، ما باید توی این راه که جمهوری اسلامی استفاده میکنه درباره گروگان گرفتن و فشار آوردن، ما باید صحبت بکنیم، ما باید یک صدا باشیم، اون باید چیز اولی باشه که باید حل بشه. و به خاطر اون ما این پیشنهادی رو که یک تاسک فورس بین‌المللی باشه که تمام این دولت‌های از اروپا تا آمریکا تا کانادا تا استرالیا گرفته با هم دیگه یک تاسک فورس بسازن که فرقی نکنه که جمهوری اسلامی از این کشور یا اون کشور یا کدوم کشور گروگان میگیره، از تمام این کشورها واکنش نشون داده بشه، اون موقع هستش که این هاستج دیپلماسی میتونه حل بشه. وقتی اون حل شدش، ما تازه با تلاشایی که داریم میکنیم و میریم جلو و میبینیم به جایی نمیخوره، میتونیم کاری بکنیم، چون اونا اون پرشری چیز دیگه روشون نیستش. برای مرسی بازم از همه اونایی که پشت ما وایسادن، ما همه با هم میریم جلو و نمیتونن جلومونو بگیرن. مرسی. صد درصد همینطوره. آرزوی موفقیت برای خودت، برای خانوادت دارم و آزادی هر چه زودتر برای پدر نازنینت جمشید شاربه. تشکر. مرسی. بله، این هم روایت نوع دیگری بود در گفتگویی که با غزاله شارمهد انجام دادیم. امیدواریم که نه تنها فقط جمشید شارمهد، بلکه همه دوتابعیت های عزیزی که در زندان های مخوف جمهوری اسلامی در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت کاملا جعلی و ناعادلانشون هستن، آزاد بشن. خیلی از اونها هنوز رسانه‌ای نشدن و متاسفانه دولت های غربی زمانی اسامی اعلام میکنن که طرف چندین ماه در زندان هست، گرچه حالا شرایطی هستش که فعلا دارن باج میدن به جمهوری اسلامی، ولی این امید وجود داره که یک جایی یک خط قرمزی رد بشه، بلکه بتونن یه مدار با لحن قاطع‌تری با جمهوری اسلامی صحبت کنن و این لاتبازی‌ها و این گروگانگیری و غیره رو بتونن تمومش کنن. بهترین اتفاقش هم این استش که در یکی از مسافرت‌هایی که داره انجام میشه، یکی از دمکلفت‌ها اینا رو بگیرن، بندازن زندان با یک جرم مشابه و بگن همه دو تابعیت‌ها رو آزاد کنید تا مثلا آقای رئیسی یا معروف آقای اعدامچی اون آزاد کنیم. یه دون از این اتفاقای خوب اگر انجام بشه، جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه دیگه گروگان بگیره، چون میترسه از اینکه یه موقع سیاستمداراشو در حالی که پرواز میکنن به کشورهای مختلف اونجا قپونی بگیرن و بندازن زندان و اون موقع آبروریزی بین‌المللیش برای جمهوری اسلامی به مراتب بیشتره، چون اکثر کشورهایی که الان در حال حاضر شاهد دادگاه‌های تریبوناله مثل دادگاه آبان غیره بودن، میدونن که خیلی از اینا همین جوریش محکومن و حکم های بین المللی دارن، باید دستگیر بشن و غیره. بعضا اگه یک کشور این کار انجام بده، شاید مورد تشویق بین الملل هم قرار بگیره، به جای اینکه بخواد حالا مورد نکوهش و پلتخامی و غیره کشورهای دیگه قرار بگیره. اما بازم از شما تقاضا میکنم اگر صاحب بیزینس و یا شرکتی هستید و میتونید از برنامه روایت نو حمایت کنید، بدونید که حمایت های شماست که باعث دلگرمی میشه و میتونه چراغ این استودیو رو روشن نگه داره. در کنارش ما هم تلاش میکنیم با یک روش جدیدی خدمت های شما و یا سرویس های شما و یا کالای شما رو به تمام ایرانیان سراسر دنیا معرفی کنیم. امیدواریم که بتونیم در این راه مؤثر باشیم و به همدیگه کمک کنیم. ما هموطنها در غربت کسی و غیر از هم نداریم. امیدواریم در کنار هم بتونیم به همدیگه کمک کنیم تا باعث رشد و شکوفایی هموطنهای عزیزمون در خارج از کشور بشیم. ممنونم که روایت نو رو با من فراد متقی دنبال کردی. تا برنامه دیگه و هفته دیگه، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم و خدا نگهدار.